ادوبی افتر افکت باهاش چیکارا میشه کرد، انجام پروژه های موشن گرافیک، ویژوال افکس یا جلوه های ویژه و چند دسته از این مسائل. سلام، من حمید سهرابیم. خیلی خوشحالم از اینکه پای این ویدیو نشستی. امیدوارم که هر جا هستی شاد و سلامت و پر انرژی باشی. به جلسه اول مینی دوره نرم افزار ادوبی افتر افکت خوش اومدی. تو این مینی دوره چه چیزهایی قراره تدریس بشه؟ این مینی دوره شامل 5 جلسه است و تو این 5 جلسه تو میفهمی افتر افکت چی کار است و کیه و از کجا اومده و چه کارهایی ازش برمیاد و تو این 5 جلسه میفهمی به افتر افکت علاقه داری یا نه، استعدادش رو داری یا نه. و بعد از اون 5 جلسه دوباره میپردازیم به روال عادی کانال. خب من اول از همه توی جلسه اول محیط افتر افکت رو بهت در واقع معرفی میکنم، فضای کاری رو میشناسیم، انواع ابزارهاش رو آشنا میشیم و از این مسائل. خب وقتی نرم افزار افتر افکت رو باز کنیم با همچین صحنه مواجه میشیم، میبینیم که خیلی در واقع پیش سر پیشه و هر کسی اولین بار که اینو میبینه میترسه، ولی هیچ جای نگرانی نیست. تک تک اینها یه داستان ریزی پشتش، اصلا ترسناک نیست. یه سری پنل ها سمت راست، اینفو، اودیو، افکتس و پریست، اینا رو کار نداریم جز 3-4 تاشو. اینفو که اصلا هیچ، اودیو گهگاهی، افکتس و پریست بسیار باش کار داریم و الاین و نهایت اگر بخوایم کار با تکست کنیم و کرکتر و پاراگراف و حالا ترکر و اینام که بعدها. پس این بخش متوجه شدی داستان چیه، کامل نوشته. این بخش تایملاینه، نگاه کن قشنگ. این بخش به نوعی این هم جزء تایملاین میشه. این بخش پراجکت پنل، یعنی عکسامون و در واقع میدیامونو میریزیم اینجا. این هم که افکت کنترلز مثل پریمیر دقیقاً. و حالا ورکسپیس های مختلف، مثلا من میرم توی ویندو ورکسپیس انیمیشن. این ورکسپیس برای انیماتورها مناسبه طبق چیزی که ادوبی مشخص کرده. این ورکسپیس برای در واقع کالریست ها مناسبه. این ورکسپیس اسنشال گرافیکس و ورکسپیس معمولیش چیه؟ All panels. این چیزیه که من باش کار میکنم، چیز خاصی نمیخوام. میتونی عوض کنی مدل ورکسپیست رو، کوچیک بزرگ کنی، چون میدونم پراجکت رو دستم خورد بستش رو چیکار کنم. ویندو ورکسپیس ریست all panels to saved layout، یعنی برگردون به همون تنظیمات پیشفرزش برگشت. و حالا یه سکانس هم بسازیم و در واقع ببخشید یه کامپوزیشن بسازیم دیگه. توی افتر افکت مثل پریمیر نمیگن سکانس، میگن که کامپوزیشن. یه کامپوزیشن بسازیم و این جلسه رو به سادگی و به آرومی پشت سر بذاریم. من گفتم توی تک تک نرم افزارهای ادوبی کنترل N رو که بزنی یه چیز جدید میخواد بسازه. حالا توی فتوشاپ سنده، توی ایلوستریتور چه میدونم آرت بورده، توی پریمیر سکانس، توی افتر افکت کامپوزیت. نوشته کامپوزیشن نیم، من میزنم حمید سهرابی یا حتی جلسه اول. بیسیک داریم، ادوانسد داریم، 3D در واقع رندرر داریم. من فقط با این بیسیکش کار دارم. این ادوانس و اینا به درد مبتدی ها نمیخوره فعلا، به درد منم والا نمیخوره. پریست یعنی چی؟ پریست یعنی چیزی که از پیش تعیین شده، یعنی کامپوزیشن ها با مشخصه های مختلف. کاستم یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که خودت تعیین کنی. کاستم یعنی من اجازه میدم تو هر تغییری بخوای بزنی. مثلا میخوای سایز 1080x1080 بزنی، اینو میزنی 1080، اینم در 1080، یا اصلا بزن 1000x1000، نمیخواد 1080x1080 بزنی. ولی خب 1080 سایز اصولیه، پس بیا عادت کن بزن 1080 جایی که بزنی 1000 یا 2000. لاک اسپکت ریشیو رو بزنی یعنی چی؟ یعنی من اگه اینو تغییر بدم بکنم 2000، هایت هم تغییر میکنه میده 2000، میشه 2000 و اینجوری. پیکسل اسپکت ریشیو تو پریمیر داشتیم همین اسکوئر پیکسل باشه. فریم ریت یعنی چند تا عکس تو یه ثانیه. معمولا میزنم 30 فریم، منم میزنم 30 فریم یا 25 فریم. من میزنم 30 فریم، ولی اگر بخوام موشن های قوی بزنم روی 60 فریم کارمو میبندم. این بازه زمانی کامپوزیشن، چند دقیقه میخوای
انیمیشن کار کنی یا ویدیو کار کنی، من مثلا میزنم 10 ثانیه. 1000 میزنم، یک کلیک میکنم بالا میشه 10 ثانیه. اگه بخوام میشه 10 دقیقه باید 10000 رو بزنم. ببخشید چه 10 دقیقه؟ واسه 10 دقیقه باید 100000 رو بزنم. میبینی؟ به همین سادگی. اینم رنگ کامپوزیشن، این رنگ تاثیر داره نه لزومن، چون ما نهایتاً یه بک‌گراند میسازیم. خب حالا چی کار میکنیم؟ چیز خاصی نبود، انتر میزنیم کامپوزیشن ساخته میشه. آها حالا میبینیم یه تصویر اومد. من تو جلسه بعدی میگم که چجوری بک‌گراند بسازیم و در واقع با ابزار کار کنیم و این حرف. بیا کامپوزیشن های مختلف بساز. من این مرحله یه دونه کامپ وان دارم، یه کامپوزیشن دیگه کنترل ان، اینو میزنم حمید سهرابی. میمن نزده بودم حمید سهرابی، بله چون کامپوزیشنم بسته شد، خراب شد. همون کامپ 2 بذار باشه که قاطی نشه. این بار اینو مثلا میزنم 1920، لاک اسپکت رو ور میدارم تا اینو بتونم جداگونه تغییر بدم. این بار اینو میخوام 30 فریم باشه و این بار مثلا میخوام چه میدونم 5 ثانیه باشه، پس میزنم 5000. 50 ثانیه باشه، پس میزنم 5000. ببخشید قاطی میکنم. میخوام بک گراندش هم سفید باشه. گفتم بک گراند کامپوزیشن هیچ مهم نیست، بذارم اون مشکی باشه، چون نهایتا یه سالیدی بک گراند میسازی. حالا انتر. الان دو تا کامپوزیشن داری، این تو این سایز، اینم تو این سایز. بخوام یه سایز دیگه هم بزنم، سایز استوری اینستاگرام، این میشه 1920، این میشه 1080. سایزش هم مثلا دیوریشن یا زمانش هم میزنم مثلا در واقع 10 ثانیه. همین سادگی. انتر که بزنم سه تا سایز شد، سایز اول، سایز دوم، سایز سوم. و اینم از این. رفقا خیلی خوشحالم از اینکه تا انتهای این ویدیو نشستین. من حمید سهرابی ام، امیدوارم که تا جلسه دوم نرم افزار افتر افکت خوب باشید. البته نه فقط تا جلسه دوم، همیشه خوب و پر انرژی باشید و تا اتفاقات بعدی و جلسات قشنگتر آموزشی ارادت.